مشروع خبرها ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی امروز طی کنفرانس خبری گفته که حکومت امارات اسلامی از هر فرصت مؤثر برای حل مشکلات و معضلات استفاده میکند. آقای مجاهد که در آستانه رهبری هیئت حکومت در نشست سوم دوحه است امارات اسلامی است گفته حکومت امارات اسلامی خواهان به رسمیت شناخته شدن است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی امروز در کنفرانس خبری گفت که حکومت سرپرست از هر فرصت مؤثر برای حل مشکلات و معضلات استفاده میکند. آقای مجاهد که در آستانه رهبری هیئت حکومت در نشست سوم دوحه از سوی امارات اسلامی است گفت که حکومت سرپرست خواستار به رسمیت بخشیدن امارات اسلامی از سوی جهان است. وی علاوه کرد که بیش از 38 کشور در افغانستان سفارتخانههایشان فعال بوده که این به معنی رسمی شناخته است. امارات اسلامی افغانستان از هر فرصتی که به خاطر حل معضلات و مشکلات مؤثر دانسته میشه استفاده میکنه و به خاطر بهبود زندگی مردم افغانستان به خصوص در عرصه های اقتصادی از فرصت های به دست آمده تلاش میورزه که به شکل اعظمی و خوب استفاده شود. آقای مجاهد این نشست خبری را به خاطر شرک ساختن معلومات ابتدایی برای خبرنگاران عنوان کرده گفت شرکت در نشست سوم دوحه به خاطر تعامل بیشتر با کشورها می باشد. این سفر ما دشمنی با هیچ جهت نیست و تعامل به همه جهت ها می باشد که باید درک شود و از آن استفاده بهتر صورت بگیرد. موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نږدي. همچنان آقای مجاهد از کشورهای جان خواست که در شرایط سخت مردم افغانستان تنها نگذارند و در مواردی که حق مردم افغانستان است دولت ها مکلف به رعایت آن باشد. آقای مجاهد همچنان گفت که دولت ها باید در بخش اقتصادی با مردم افغانستان مراوده داشته باشد. ما می خواهیم موضوعات مربوط به تعامل مثبت و سازنده به افغانستان را به سازمان ملل متحد کشورهای زی دخل و به تمام کشورهای جهان حل نماییم و مسیر واحد را به خاطر بهبود وضعیت به خصوص وضعیت اقتصادی و ثبات همه جانبه در افغانستان پیدا کنیم. گفتنی است که سخنگوی امارات اسلامی در پاسخ به سوالات خبرنگاران راجع به کار زنان گفت که کار و تحصیل زنان و همچنان تشکیل دولت فراگیر مشکلات کشوری بوده و در داخل افغانستان حل و فصل خواهد شد.